دوستای عزیز سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه در این ویدیو قصد داریم رجب مهمترین علائم هشدار دهنده که از کمبود ویتامین ای خبر میدهند صحبت کنیم پس تا پایان با ما همراه باشی کمر درد طبق گفته انجمن جراحان مغز و اعصاب بین 75 تا 85 درصد در دوره ای از زندگی خودشون افرادی درد رو تجربه میکنند. ویتامین دی مسئول جذب و نگهداری سطح کلسیوم در بدنه. کلسیوم برای سلامت مناسب استخوانها مهمه که استخوانهای شما 99 درصد کل کلسیوم بدن رو در خودشون نگه میدارند. مطالعات نشون داده که همبستگی بین سطح پایین ویتامین دی و کمردرد مزمن وجود داره مصرف مکمل ها احتمالاً باعث تسکین شرایط و بهبود قدرت اسکلتی عضله نمی کمبود ویتامین دی با کمر در در زنان یائسه مرتبطه. مطالعات نشون داده که کمبود میتونه با انحطاط دیسک کمر در ناحیه کمر و در نتیجه کمر در همراه باشه. از دست دادن استخوان یا پوکی استخوان ویتامین دی نقش مهمی در جذب و تنظیم کلسیوم داره. کلسیوم برای سلامت استخوان ها مهمه. بیشتر افرادی که برای اونها پوکی استخوان تشریف داده میشه تصور میکنن که به کلسیوم بیشتری نیاز دارن. مصرف کلسیوم شما ممکنه خوب باشه اما بدون سطح مناسب ویتامین دی کلسیوم در صورت نیاز جذب نمیشه هنگامی که ها مواد معدنی مثل کلسیوم رو از دست میدن، تراکم مواد معدنی کم ایجاد شده شما رو در معرض خطر شکستگی قرار میده. افسردگی ویتامین دی در عملکرد مغز نقش داره. بنابراین سطح کم مواد مغذی میتونه منجر به افسردگی یا بیماری روانی بشه. مطالعات نشون داده که سطح پایین ویتامین دی احتمال افسردگی در افراد مسن رو افزایش میده. گیرنده های ویتامین دی میتونن در مغز پیدا بشن به طور خاص بخش هایی که در فیزیولوژی افسردگی نقش دارن شامل قشر جلوی پیشانی هیپوکامپ هیپوتالاموس تالاموس و سابستانتیانیا گراست. طبقه طبق روانشناسی امروز فرم فعال ویتامین دی معروف به کلیستریول آنزیمیه که به نام تیروزین هیدروکلاسیزاز شناخته میشه فعال میکنه این از این مسئول سنتز دوپامین، اپینفرین و نورپینفرینه. اختلال در دوپامین و نورپینفرین نقش عمده‌ای در ایجاد افسردگیه همچنین اختلال عاطفی فصلی یا SAD با مقادیر کم ویتامین دی در ارتباطه. بیماران علائم افسردگی در فصول زمستان رو نشون میدن که نور آفتاب کمه و سنتز مقدار کافی ویتامین دی برای بدن شما دشوارتره. در تغییر مغز اونها بر میزان سروتونین تاثیر میذارن در نتیجه بر خلق و خوی شما تاثیر میذارن سروتونین یه انتقال دهنده ی عصبیه که باعث تنظیم خلق و خو خواب اشتها و موارد دیگه میشه بهتر مواد غذایی غنی از ویتامین دی مکمل تهیه کنید تا به تنظیم خلق و خوی شما کمک کنه پاشنپای خشک و ترک خورده عوامل زیادی وجود دارند که باعث میشه پاشنه با خشک و ترک خورده بشه اما در بیشتر موارد کمبود برخی ویتامین ها در بدن اصلی ترین عامل ترک پاهه. اگرچه ترک خوردن پاشنه پا یک بیماری و مشکل خیلی جدی و نگران کننده نیست اما وجود این خشکی و ترک بر روی پاشنه پاها نه تنها ظاهر نازیبایی رو برای پاها به وجود میاره بلکه اگه به موقع درمان نشه ممکنه باعث ایجاد ترک های عمیق تر بشه و احتمال درد و خونریزی رو افزایش بده یکی از دلایل ترک پاشنه پا و خشکی پوست پا کمبود ویتامین دیه ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربیه که بلای سلامت پوست بسیار مهمه. کراتینوسیستها ها دسته ویتامین دی هستن که از سلول های پوستی که بخش اعظم لایه بیرونی پوست یا اپیدرم رو تشکیل میدن. کوفتگی و خستگی خستگی رو میتونیم به عنوان احساس خستگی و کمبود انرژی توصیف بکنیم. این امر در کیفیت زندگی اجتماعی، خانوادگی و کاری شما تداخل ایجاد میکنه تخمین زده میشه که 37 درصد از نیروهای کار ایالات متحده از خستگی رنج میبرند که اگرچه دو برابر مردان در زنای شایع داره اما با سن و شوق ارتباط نداره دلایل بیشماری از خستگی وجود داره متاسفانه کمبود ویتامین دی اغلب در هنگام تشخیص فراموش میشه با این حال وقتی صحبت از خستگی میشه نقش اصلی رو داره خستگی میتونه با کاهش کارایی میتوکنری همراه باشه که به عنوان نیروگاه سلول شناخته میشه با ترکیب هر دو گلوکوز و اکسیژن میتوکنری میتونه یک مولکول غنی از انرژی به نام ATP ایجاد کنه این مولکول به شکلی وجود داره که به راحتی توسط سلول قابل استفاده است برای ساختن مولکول ATP میتوکنری از فسفوکراتین به عنوان منبع انرژی آماده استفاده میکنه اما مانند تمام منابع انرژی فسفوکراتین کم میشه توانایی دوباره پر کردن این منبع انرژی بعد از انقباز عضلانی راهی عالی برای اندازه‌گیری کارایی میتوکانریه. ویتامین دی به کاهش زمان بهبودی و در نتیجه افزایش کارایی میتوکانری کمک میکنه در یک مطالعه اخیر حدود 72 درصد از بیمارانی که احساس خستگی کردند کمبود ویتامین دی دارند هنگامی که سطح ویتامین دی اونها نرمال شد نمرات خستگی اونها به شدت بهبودی یافت بهبودی آهسته زخم اگر بهبود زخم ها بیش از حد معمول طول بکشه ممکنه نشانه ای از سطح پایین ویتامین دی باشه ویتامین دی باعث ایجاد کاتلیستیدین میشه این یک پپتید ضد میکروبیه که به سیستم ایمنی بدن شما کمک میکنه تا در برابر آفونت مقابله کنه. درد عضلات و مفاصل ویتامین دی برای عملکرد مناسب استخوان و ازول ضروریه و خاصیت ضد التهابی اون باعث تسکین دردهای عضلانی و مفصلی میشه. وقتی صحبت از درد مزمن عضلات میشه، درمان بالینی اغلب بی اثره. برخی از انواع دردهای اسکلتی مثل مصر فیبلو میالاش با کمبود ویتامین دی ارتباط ندارن برخی مطالعات نشون میده که ویتامین دی میتونه درد مزمن ازولات رو تسکین بده این مطالعات با توجه به محدودیت های مطالعات بالینی انسانی همچنان بحث برانگیزه. با این حال علائمی شبیه به انسان در اوایل کمبود ویتامین دی مثل حساسیت ازولانی در جوندگان تکرار شده است بیماری قلبی طبق گفته پزشکان کمبود ویتامین دی شما را در معرض خطر ابتلا به بیماری شریانی محیطی سکته های مغزی و نارسایی احتقانی قلب قرار میده شما همچنین میتونید به بیماری های قلبی و روغی مثل فشار خون بالا و دیابت مبتلا بشید ویتامین دی دارای خواص ضد التهابیه که سلول های ایمنی و التهابی رو که اغلب شریان های شما رو انعطاف میکنند تشکیل میده ممنون که تا پایان ویدئو با ما همراه بودید. لایک و کامنت فراموش نشه و در کانال سابسکرایب. کنید.